با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون روژلات، به برنامه چهره‌ها خوش آمدید. چهره مهمان امروز برنامه ما یکی از آن معدود شخصیت هایی است که توانست و میتواند در تعیین سرنوشت زمانه خود گامی بردارد و شاید گامی برداشته تا کنون. انسان هایی هستند که قادرند با آفرینش فکر و سازماندهی آن حوزه اندیشه راهی رو به سوی تحول بگشایند. قادرند، در وجودشان، در هستی زندگیشان به مثابه یک تفکر و یک رسالت شکل میگیرد. این گونه است که برخی به مثابه شخصیت هایی که میتوانند دو گره تاریخی رو از هم بگشایند و خطی میان نسل گذشته و نسل فردایی ترسیم کنند. مهمان امروز من عبدالله مهتدی، یک فعال سیاسی، رزمنده، اندیشمند و دبیرکل حزب کومله کردستان ایران است. کاک عبدالله عزیز، خوش آمد. خیلی ممنون سیروس عزیز. به خونه خودت خوش اومدی. خب تو آبادش کردی. نه، با هم، با سهیلا، شاروخ، محمد، دارام، سوران و بچه ها. واقعا زحمت میکشن بچه ها اینجا و من خوشحالم که عضو کوچکی از این خانواده هستم. خب حتما با برنامه چهره آشنا هستی. دیدی تا حالا برنامه چهره؟ بله بله، خیلی هاش دیدم. خب البته نظر شما همش رو میدیدی، ولی خب با همین خیلی ها موافقم. اگر آشنا هستی میدونی که ما یک گذری به زندگی میکنیم، به کودکی، به جوانی. دلیلش هم پیدا کردن برخی از تصاویری است که ما در بزرگسالی به عنوان یک رفلکت واکنش از آنچه در کودکی به دست آوردیم میبینم. کردی، در این که حرفی نیست، کرد بوکانی، در چه خانواده ای متولد شدی؟ خانواده شکلش چگونه بود؟ خانواده پدری من خودش به اصطلاح از دو سو نسب داره. یکی پدر بزرگ من و مثلا اجداد پدری من که از عشایر دهبکری هستند که بسیار در منطقه مکریان نیرومند و گسترده و وسیعند و تا مناطق مهاباد و اون طرف مهاباد به طرف ارومیه هم حضور دارند، بسیار پر جمعیت و نیرومند و ثروتمند بودند. ولی مادر بزرگ من، یعنی مادر پدرم، اون ریشه در خانواده سردار بوکان داره که نمیخوام خیلی وارد تفاصیل بشم، ولی اینو بگم که در تهران جایی هست به اسم چاره عزیز خان. بله. و جایی هست به اسم آب سردار. اینها اسامی قدیمی به جامانده از سردار عزیز خان مکری است. جالبه. بله. و ایشون، من دستخطش رو دیدم از طرف ناصرالدین شاه به فرماندهی کل عساکر ممالک محروسه ایران منصوب شده و مادر بزرگ من نوه ایشون بود. بسیار جوان. به هیچ وجه نمیدونستم. بله. و تازه اون مادر اون خواهر امیر کبیر
امیر کبیر معروف، یعنی ببخشید خواهر ناصرالدین شاه، امیر کبیر یعنی دختر امیر کبیر میشه، معذرت میخوام، دختر امیر کبیر بوده، یعنی مادرش خواهر ناصرالدین شاه و دختر مهد اولیا بوده. به این معنی اونها حتی خودشون رو یک نوع موقعیت شاهزاده برای خودشون قائل بودن، یک حالت آریستوکراتی داشتن، در حالی که خانواده صرفاً پدری من قبل از این وصلت بیشتر یک خانواده عشایری بودن. اما پدر من و پدر بزرگ من، به خصوص پدر بزرگ من، یک مصلح اجتماعی بود، تحصیل کرده زمان خودش بود. من کتاباش رو دیده بودم، مثلا از مصر براش کتاب می آمد چون عربی دون بود و ترکی استانبولی می دونست. اون موقع تازه نشریات به اصطلاح تجددخواه در ترکیه عثمانی منتشر می شد، خیلی از اینا رو با همون وسایل ارتباطی قدیمی و کند بهش میرسید و مونده بود اینا تو کتابخونه ما. و به همین دلیل پسران اون، یعنی پدر من و عموهام، به خصوص پدرم، تحصیلات قدیمه رو کاملا فرا گرفت و به همین دلیلم بعد از یک سری فعالیت سیاسی و کنارگیری از فعالیت سیاسی در تهران استاد دانشکده الهیات شد. پدر در ضمن یکی از هم یاران قاضی محمد در جریان جمهوری کردستان. بله همینطوره. قبل از اون شاید اولین حزب، یا اگر اولین حزب نباشه اولین حزب مهم و مؤثر در کردستان ایران، حزب سیاسی، حزبی هست به اسم، در کردی شناخته میشه به اسم کومله ژکاف. بله. یعنی کومله یعنی انجمن، سازمان. بله. ژکاف هم یعنی حیات کرد به زبان کردی. بنابراین پدر من از بنیانگذارانش نبود ولی از اعضای مؤثر و اولیش بود، نسبتا اولیش بود. و بعدم وقتی حکومت مستعجل کوتاه مدت 11 ماهه قاضی محمد به اسم جمهوری کردستان در مهاباد تأسیس شد، پدر من وزیرش بود. وزیر؟ وزیری بود، اون موقع نمیتونستن اسم وزیر خارجه روش بذارن، ولی وزیر مشاور در امور خارجی بود. خب پدر داره چه خصوصیات رفتاری بود؟ آیا صاحب یک نوع اتوریته و یک نوع قدرت، بیانگر قدرت در خانواده بود؟ رابطهش با تو چگونه بود؟ بله پدر من بسیار فرد با اتوریته و با قدرتی بود توی خونه. نسبت به ماها خشن نبود. تمام زندگیم فقط دو تا سیلی به من زده و اونم در فاصله مثلا 2 دقیقه دو سیلی به من زد. در چند سالگی؟ 8-9 سالگی در. ولی اتوریته و قدرت داشت. ولی این اتوریته به معنای این نبود که در تو به عنوان یک کودک اون زمان ترس و استراب خاصی به وجود؟ نه ترس نبود. نه ترس نبود، ولی احترام. ولی احترام خیلی زیادی بود. و مادر من برعکس فوق العاده زن مهربان و با تحملی بود. من به عمرم به خاطر ندارم حتی یک بار مادرم یک کلمه منفی گفته باشه، نه نسبت به من، به هیچ کدوم از بچه هاش. و این برای اون نسل و برای اون سالها خیلی چیز عجیب بود. مطلقا من به خاطر ندارم و هیچ وقت. مادرم به من نزدیکتر بود. پدر احترام زیادی داشت و ماها که بچه های کوچکتر خونه بودیم، من ما قبل آخرم، پدرم در تهران زندگی میکرد و دانشگاه درس میداد و محیطش وسیع تر بود، به طور کلی خوی ملایم تری در نسبت به گذشته خودش داشت.
بنابراین همونطور که گفتم هیچ نوع خشونتی در خانه ما وجود نداشت، ولی یعنی پدر اصراری نداشت که این شیوه از رفتار رو شما باید برگزینید، این تفکر، این مذهب. این پدر من آدمی بود، ما سنتاً و تاریخاً خانواده اپوزیسیون بودیم چندین نسل در ایران، و پدر اون مادر بزرگم که گفتم در زندان عین از مشروط خواهان و ناراضیان دوره قاجار بود و به همین دلیل عین هر موقع عین الدوله می آمد سر کار، این پدر مادر بزرگ من رو که اسم ایلخانی داشت، لقب ایلخانی گرفته بود، اینو زندانی میکرد و عاقبت هم در زندان عین الدوله فوت شد. بنابراین خواستم بگم که یک چنین پیشینه اپوزیسیونی در کودکی برای شما تعریف میشد؟ این قصه که نمیشه گفت، این در واقع این روایت خانوادگی تعریف میشد. من شاید میدونم چه تأثیری در توی کودک میگذاشت وقتی این داستان ها رو میشنیدی. فکر میکردم مسئولیتی رو دوش من هست. جدی؟ باور. تو همون سن؟ آره، یه جور من هیچ وقت، یعنی تو بهتون بگم، یه مدتی قبل به زبان کردی یه سری چیزای مشابه این پرسیدن از من. من هیچ وقت در تمام مدت زندگیم، حتی با نزدیکترین دوستامم، این چیزایی رو که الان تعریف میکنم راجع به خانواده و اینا نگفتم، چون من یه فرد عدالت‌گرا هستم با بنیادهای فکری چپ. بنابراین اعتقادی ندارم که آدم ها رو باسی از روی خانوادهشون یا گذشتگانشون سنجید، ولی به هر صورت اینا تأثیری در فکر و شخصیت و روان آدم ها باقی میگذارن. با حالا که شما پرسیدید، من دیگه احساس میکنم سنی هم از من گذشته، الان کسی شاید دیگه بد تعبیر نکنه و شاید بیموقع نباشه، به همین دلیل گفتم. این منظورم این بود، این حالت اپوزیسیونی همیشه تو خانواده ما وجود داشت، بنابراین این فکر منتقل میشد، این فکر منتقل میشد و تأثیر داشت که در این که به طور کلی میدونستم که پدر من و خانواده من و حتی بزرگان ما، پدر بزرگان ما، همگی یه نوع از دوره قاجار، یه نوع اپوزیسیون گرایی، سرکشی، عصیان، هر چه اسمشو بگذاریم، مخالفت با رژیم‌های حاکم داشتن. ولی یه تصویر دیگه ازش به دست داد، رجل سیاسی در واقع کشور بودند. همونطور که گفتم، مثلا یکیشون لقب ایلخانی گرفته بود، یکیشون که اصلا اسم سردار گرفته بود و فرمانده کل قوا بود در ایران، از یه طریقی به امیر کبیر میرسیدن، مقامات مهم میذاشتن، سردار مناطق بزرگی رو در کردستان و آذربایجان اداره میکرد از طرف دولت. بعد پدر من وزیر بود، تو احزاب سیاسی فعالیت میکردن، ولی فقدان آزادی در ایران خب به همه ضررش میرسید، از جمله یکی از ضررهاش هم به خانواده ما میرسید و در نتیجه خیلی محرومیت ها پیش می اومد. من مثلا تو دبیرستان یا اوایل دانشگاه بودم، قلعه خیلی معروف قرون وسطایی هست در خرم‌آباد به اسم قلعه فلک الافلاک. من فلک الافلاک رفتم ملاقات عموهام، تمام عموهای من رو بدون استثنا به اضافه خانواده گسترده ما رو، تعداد زیادی از مردان و رجالش رو اونجا زندانی و تبعید کرده بودم. اون موقعی که اینو دیدم، دانشگاه بودم، اول دانشگاه بودم، 19 20 ساله بودم، ولی من ملاقات زندانی که رفتم، ملاقات پسر عموم و عموم و دامادمون و خیلی از اینا تو زندان قزلقلعه رفتم، فروردین 1344 که تازه سال اول دبیرستانم بود، خیلی دوست داشتم، خیلی اصرار کردم، خواهش کردم ملاقات که میرید منم ببرید، و منو بردن و من اولین بار استوار ساقی رو اونجا دیدم.
در هیئت یه بچه‌ای که به ملاقات نوجوانی که به ملاقات زندانیاش میره و عموی من هم اونجا زندان بود و خیلی های دیگه بود. اما سالهای بعد سال 49 خودم در قزلقلعه زندانی مهمان شدم. مهمان استوار ساقی. بله اون استوار ساقی اون موقع دیگه کاری نداشت، رسیدگی نمی کرد و اخلاق دیگه ای داشت. به طور کلی من شخصا خاطره خب. بدی ندارم ازش، ولی جز به آخرین سری زندانیان سیاسی ایرانی بودم که اصلا در قزلقلعه زندانی شد. بعد اون زندان رو خراب کردند. پسر عموی من که از جزو سه شاعر بنیانگذار شعر نو کردی هست به اسم سواره، یا البته تلفظ کردیش سواره ایلخانی، ایشون هم در زندان بودن و یه شعر خیلی معروفی به زبان کردی در مورد همین قزلقلعه داره. میتونی یه بخششو حتما این حافظه رو داری یه بخششو بخونی؟ سور قلا دایچی بلا، یعنی ای قلعه سرخ ای مادر بلا. بقیهش مشخصه. بقیهش دیگه مشخصه. بقیهش دیگه زیاد در خاطر پراکنده تو خاطرم. خب اولین تأثیری که یک کتاب یک رمان میتونست رو تو بگذاره کی بود و چه کتابی بود؟ ببینید یه چیز جالبی تعریف کنم الان یادم افتاد. خانواده ما خیلی کتاب خون بود. کتاب های پدر بزرگم بود. رسیده بود به پدرم نه بقیه پسراش. بنابراین یک کتاب خونه عظیمی داشتیم. مثل خونه نبود. مثل کتاب خونه بود. کتاب های پدرم هم بهش اضافه شده بود. برادر بزرگم هم همینطور. بنابراین خیلی خانواده کتاب خونی بودیم. و من از اولین کتاب هایی که خوندم که به زحمت حتی میتونستم بفهمم برای اینکه زبانش ثقیل بود، در فاصله تابستان دوم تا ابتدایی که میخواستم برم کلاس سوم ابتدایی، داستانهای کوچک از نویسندگان بزرگ به زحمت میتونستم بخونم، ولی میخوندم این کتاب. و بعد من کلاس چهارم ابتدایی بودم که برای اولین بار به خاطر اینکه شاگرد ممتازی بودم کتاب حافظ رو به من جایزه دادن. بخوندی؟ خوندم که بله، لاشو باز کردم خوندم، ولی بعدن من حافظ رو از اخویم از برادر بزرگم یاد گرفتم. اون با من غزلیات رو میخوند، به من میگفت که وزنشون چیه، به من میگفت تشبیه چیه، استعاره چیه، ایهام چیه، جناس کدومه. و این ظرائف شعر حافظ کدوم ها هستن، درویش به چه معنیه؟ فکر کنم یک بار دیگه در این مورد جایی با هم صحبت داشتیم، اگر اشتباه نکنم فکر کنم میان شاعران کلاسیک حافظ هست که مورد توجه توست. به عنوان یه شخص بله، بیشتر از همه تو شعر کلاسیک. ولی خانواده ما اتفاقا هم تو کردی هم تو فارسی، مثلا فرض پدر من، خودم پدرم به خاطر نصایح و پند و اندرزای اخلاقی سعدی رو ترجیح میداد. عموهای من شاهنامه خوان بودند. هر یک بله بنابراین از هر کدوم از اینا یه چیزی میرسید، ولی برادر بزرگم بود که بیشترین تأثیر رو داشت و شاید با ذوق خودمم با غریزه خودمم بیشتر جور در میامد. من دیگه حافظگرا شدم، یعنی محور خداوند شعر فارسی من اون بود در دوره کلاسیک. با زبان کردی، زبان کردی برای تو چی بود؟ زبان مادری بود؟ زبان مهر بود فقط؟ یا اینکه میتونست فراتر از اون برات باشه، معنا پیدا بکنه؟ من خیلی جالبه، کلاس فکر کنم سوم ابتدایی بودم، پدرم خیلی مراقبت میکرد که من خوب یاد بگیرم، درس خوب بخونم اینا. منم شاگرد درس خونی بودم. بعدن که سنم بالاتر رفت و به قول معروف کلم بوی قرمه سبزی گرفت، دیگه درس خوندنم ضعیف شد تو یکی دو سال آخر دبیرستان و اینا. منتها تو اون
کلاس سوم ابتدایی بودم، یه روز پدرم ازم پرسید، روزنامه داد بخونم، کتاب داد بخونم، دید فارسیم خیلی خوبه، خوب دارم میخونم، معنیاشو میفهمم اینا. گفت عبدالله تو هم زبون فارسیت خیلی خوبه، کردی هم میتونی بخونی بنویسی؟ من تو اون روز فکر میکردم کردی زبون مال خوندن نوشتن نیست، فقط آدم با مادرش تو خونه کردی صحبت میکنه، با خانواده کردی صحبت میکنه، ولی خوندن و نوشتن فقط فارسیه. گفتم مگه میشه کردی رو نوشت؟ همونطور که مثلا شما خنده رو نمیتونید بنویسید، یعنی تو مخیلتون من تو مخیلم تا اون موقع نمیگنجید. پسرم چرا؟ کردی رو میشه نوشت، هر زبانی رو میشه نوشت. و بعد مقدمات اولیه خوندن و نوشتن کردی رو که اصلا مشکل نیست، برای اینکه تو کردی برخلاف فارسی که اعرابهای کوتاه رو نمی نویسند بلکه حدس می زنند، مثلا بزرگ و بزرگ یک جور نوشته میشه، یا مثلا برد و بیشتر شنیداریه دیگه، تجربه شنیداریه. بله، مثبت های بلند رو مثل آ او ای می نویسن، ولی ا او ا رو اکثر مواقع نمی نویسن. شما از رو معنی باید حدس بزنید، تو کردی اینا رو می نویسن، بنابراین یاد گرفتنش ساده تره. بعد زبون مادری من کردی بود و پدر من کردیدان خیلی معروفی بود، خیلی معروف بود، مسلط کامل بود و معلوم بود، مشهور بود که مفردات زبان کردی، یعنی لغاتش کمتر لغتی هست، حتی مهجور و دور افتاده که ندونه. بنابراین مقدماتش رو به من یاد داد و اون موقع از هزار خانواده کردم بچه کمتر یکیش دوتا شاید بچه هاشون کردی میدونستن، بچه ها کردی نمیدونستن، همه فارسی میخوندن، کسی که تحصیل میکرد. ولی من جز به اون بچه های نادری بودم که از کلاس سوم ابتدایی من زبون کردی رو بلدم. نزد کی؟ نزد پدر؟ پدر مقدماتشو گفت، بعد به برادر بزرگم که اون خوب میدونست، صلاح الدین مهتدی، به اون گفت صلاح الدین به این یاد بده، بهش کتابایی بده. اون کتابام نبود، کتابای کردی. و من شروع کردم به اینکه کتابای کردی بخونم. روزهای جمعه، نه هر جمعه ای، ولی خیلی از جمعه ها تو خونه ما مشاعره میشد. جالبه. بله، استادا، دانشجوها، جوونا، علاقمندان به ادبیات و شعر کردی و فارسی، هر دو قبول بود، مجاز بود اونجا تو مشاعره. و من اونجا با مجموعه ای از شعرهای کردی و فارسی کلاسیک آشنا شده. اگر بخوای شاعرانه، بذار اینجور سوال کنم، آیا در کودکی با شاعران کلاسیک کرد که اتفاقا فارسی هم می‌نوشتن مثل مولوی و مستور اردلان آشنا شدی؟ فرصت آشنایی داشتی اون موقع؟ مستور اردلان اسمش رو شنیده بودم، با اشعارش آشنایی نداشتم. مولوی کرد که غیر از اون مولوی بله. رومی فارس زبان هست که صاحب دیوانه. بله، صاحب دیوانه. اون بیشتر به لهجه کردی اورامی شعر گفته که در اون دوره مثلا 120 سال پیش زبان ادبی حاکمان اردلان بود. یعنی گرچه اردلانی ها خودشون اورامی زبان نبودن و به این لهجه صحبت نمی نوشتن صحبت نمی کردند، ولی زبان دیوانی و ادب، به خصوص ادبیات شعریشون اورامی بود که به زبان پهلوی هم تعلیم می زنی. بله، من متخصص نیستم، ولی اونایی که متخصصن همین طور میگن. ولی شاعرای کلاسیک کردی رو چرا؟ اونا دیوانشون رو کم کم تو خونه ما پیدا می شد، همه اینجور چیزا. البته اینا کتاب قاچاقی بود، ولی مثل نالی، مثل ارزم به حضورت، خیلی از این بزرگان. بنابراین با دو ادبیات، با دو زبان، اونم در یه سطح فراتر از آن چیزی که در زندگی روزمره به زبان نگاه میشه ازش برخوردار بودیم. آیا در تو این پرسش از همون موقع شکل گرفت، چرا زبان مادری من میبایستی در پستوی خانه باقی بماند؟ چرا بچه های دیگه زبان مادری رو نمی آموزند؟ چرا مدرسه این فرصت رو به من نمیده؟ آیا این پرسش ها اصلا در تو شکل گرفت؟
چرا کاملا. من یکی دو سال اول که من قبل از اینکه فارسی رو تو مدرسه یاد بگیرم تو کوچه یاد گرفتم تو کوچه یاد گرفتم و با بچه‌ها بازی می‌کردیم. بنابراین من اساس زبان فارسی رو یاد گرفتم. یکی دو سال اول گاهی هنوز اشتباهایی می‌کردم که کسی که زبان مادریش فارسی نیست معمولا اشتباهاتو می‌کنه. بعدن دیگه مثل هر بچه دیگه که تو تهران بزرگ شده بود من فارسی صحبت میکردم. بنابراین شخصا به غیر از یکی دو سال اول مشکل خاصی من نداشتم. ولی چرا اینکه کردها باید بتونن زبان خودشون رو بخونن و اینکه این یک محرومیت یک اشکاله، این رو کاملا درک میکردم. و از اون جوانی و نوجوانی، بله. من یه نکته، حالا اینو که گفتی این که به دو زبان آشنایی در حد زبان مادری هر دوشو داشتم، خیلی از بزرگان اون دوره با پدرم آمد و رفت داشتن. یکی از اونا دکتر کریم سنجابی بود. دکتر کریم سنجابی کرد سنجابیه، ولی به لهجه استاندارد کردی که باش می نویسن و می خونن که لهجه سورانی هست با اون آشنایی نداشت. یه شعری هست به اسم عقاب، بله، از پرویز ناتل خانلری، از شعرهای خیلی عالیه تو، بله، زبان فارسی. این رو به کردی هم ترجمه شده؟ بله، دو شاعر کرد نه عیناً ترجمه کنن، با الهام از اون شعر که گویا اصل اونم از پشکین ایدهش، دو تا شعر کردی گفتن به اسم عقاب، که البته عقاب رو تو کردی میگن هلو. بنابراین دو تا شعر هلو داریم، یکیش مال هجارت، شاعر خیلی کلاسیک کردی، و دیگری مال سواره ایلخانی که پسرموی خود من هست. و پدرم اینو به کریم سنجابی، به آقای کریم سنجابی معرفی کرد و گفت که آخه من نمیفهمم این شعر رو که بر من مینویسید، برای اینکه خوب بفهمم ترجمه فارسی هم در کنارش بنویسید. بعد پدرم اینو به من سپرد. من موقع دبیرستان بودم، گفت عبدالله تو میتونی این شعر رو درست کردیشو بنویسی، بعد عیناً ترجمه کنی، تحت و لفظی ترجمه کن، از خودت چیز در نیار، من میخوام دکتر کریم سنجابی دقیقاً بفهمه چی. گفتم بله. واقعا میتونی؟ گفتم بله. ترجمه کردم براش. عجب چالشی. بله، ترجمه کردم براش، دادم پدرم خون، گفت تو از کجا یاد گرفتی اینا رو؟ خیلی خوبه وضع. و بردم خودم، گفت خودت ببر بده. خودم رفتم خونه جناب آقای کریم سنجابی و اینو بهش دادم. بنابراین آشنایی با شعر کلاسیک و ادبیات کلاسیک هر دو، و هم به زبان محاوره ایش، هم به لغتاش، به فرهنگ و ادبیاتش، به ضرب المثل هاش، از کودکی من با هر دو آشنا بودم. شعرم گفتی؟ خب این سوالی بود که بالاخره کردین شما. بله، من تو نوجوانی تا یه سن خاصی شعر میگفتم. عاشقانه؟ بیشتر عاشقانه. بعد از یه سنی، فکر کنم کلاس پنجم ششم دبیرستان بود، پنجم دبیرستان، اون دوره‌ای که احساس میکردم من باید سیاسی بشم و زندگیمو وقف مبارزه سیاسی بکنم. از دبستان؟ نه، دبیرستان. دبیرستان؟ بله، پنجم ششم دبیرستان، کلاس یازدهم دوازدهم. یه دفتر شعری داشتم، همه رو توش نوشته بودم. چه کردی؟ پارش کردم و سوزوندم. چرا؟ گفتم میخوام اگه من شعر بگم حواسم پرت میشه از دنیای مبارزه سیاسی. من خیلی خیلی آدم سختگیری بودم نسبت به خودم. پشیمونی الان؟ نه، پشیمون نیستم. پشیمون نیست. نه، من این راه رو انتخاب کردم. نمیدونم اگر آدم آیا در همون اول بدونه چه بلاهایی سرش میاد اون راه میره یا نه، ولی ارتباط با شعر همچنان ادامه داره. ارتباط هم با شعر هست. بعد من فقط آخه من عاشق شعر به اصطلاح نو یا شعر امروز هم هستم. اینطور نیست من در کلاسیک مونده باشم. من تو فارسی هم همینطوره. من میم امید، نادرپور، شاملو، فروغ و خیلی های دیگر رو خیلی با علاقه خوندم و بارها خوندم. خب شاملو رو بیشتر از همه میپسندم. در کردی شعر کوبی کس؟ در کردی شعر، ولی قبل از اون بهتون بگم شعر نو کردی ابتدا در تقریبا به طور همزمان ولی کمی جلوتر از کردستان ایران در کردستان عراق شروع شد. درست. از طرف عبدالله گوران
عبدالله بود که تخلص گوران رو برای خودش انتخاب کرده بود و اون هنوز در قله است. ولی در ایران سه نفر این به حساب پیشتازان و پیشکسوتان و بنیانگذاران شعر غیر عروضی، شعر نوع کردی هستند و اونا یکیش سواره ایلخانی پسر عمومه، یکیش فاتح شیخ الاسلامی از من مسنتر ولی دوست خانوادگی و دانشجوی اون دوره است که من محصل بودم، و یکی علی حسنیانیه که دانشجوی اون دوره و بازم از دوستان خانوادگی ماست. تمام شعرهایی که اینا میگفتند همون داغ داغ من میشنیدم و خیلی دوست داشتم که تو مجلس بزرگتر از خودم شرکت کنم. شاید این مانعی شد تو زندگیم که من خیلی از لذتهایی رو که نوجوانهای دیگه میبردن ببرم، ولی خیلی دوست داشتم که تو محافل بزرگترها باشم. به نظر میاد که با یک ذهنیت منطقی از کودکی بزرگ شدی. تربیت پدر به هر حال نقش آفرینی میکرد، هرچند که مادر این سرشار از مهر و محبت و این رو در تو ایجاد میکرد، این عاطفه وجود داشت، اما به نظر میاد که ذهنیت منطقی داشتی. رشته ای هم که بر میگزینی در دانشگاه؟ من بازرگانی. بازرگانی برها با اعداد و ارقام و غیره در ارتباط هستیم. به نظر نمیاد که گزینه سیاسی تو از نوعی از رومانتیسیزم جوانی بوده باشد، احتمالاً بر مبنای نوعی از نگرش و دریافت نوعی از خرد بود. اون چه بود؟ اگر اشتباه میکنم اولا چرا؟ ببینید، اولا من احتمالاً میتونستم پزشکی هم قبول بشم و خیلی از دوستای من چون البرز درس خوندم و رشته طبیعی، بله جز بچه زرنگایی، جز اون آخرا یه خود دیگه البرز به هر حال. آره تمام بچه من 6 سال دبیرستان همش تو البرز بود، ولی خودم رشته پزشکی رو انتخاب نکردم. گفتم من میخوام زود از دانشگاه رشته ای بخونم که زود فارغ التحصیل بشم. من عاشق اقتصادم بودم، میخوام رشته ای بخونم که زود فارغ التحصیل بشم بتونم وارد دنیای مبارزه سیاسی بشم. نمیخوام برم 7 سال پزشکی بخونم بعدم برم تو شغل دکتری. فکر میکردم مثل خیلی چیزایی میتونه بلعیده بشی در من خودمو خیلی وقف این کار کرده بودم با تمام هست و نیستم، با جوونیم، با همه چیزم. ولی چرا وارد شدن من به دنیای سیاست و مبارزه سیاسی هم خب نوعی رومانتیسیز درش بود؟ بله بله 100%. بدون این هیچ جوانی، هیچ نوجوانی نمیتونه، لااقل من جزو اونا نبودم. شاید یک نوع منطق، خردورزی، بالاخره نوعی تعقل در حد بضاعت اون موقع نوجوانی خودم توش بود. یعنی صرفاً یاقیگری و شورشگری نوجوانی نبود. خب اون دوره ولی از اینم بی بهره نبود. اون دوره تفکرات و یا گزینهای متفاوتی روی میز بود برای انتخاب، برای سیاسی شدن، برای اعتراض کردن. تو کدوم رو انتخاب کردی؟ من چپ رو انتخاب کردم. کدوم چپ؟ من چپ به تفسیر و روایت اون روز کار. به تفسیر و روایت اون روز من چپ اردوگاه شوروی رو قبول نکردم. چرا؟ باور کن هنوز 100% نمیدونم چرا. هنوز 100% نمیدونم چرا، ولی خاطره تلخ در زمین ناخودآگاه. اولا ببینید، من دوره دانشجو یا سالهای اواخر، من 47 دانشجو شدم، اون دوره مصادف بود در سطح کل جهان با پیدایش نوعی چپ جدید غیر از چپ اردوگاه شوروی. درست. و این تأثیراتش رو ایرانم بود. تو ایرانم ما با نوعی نقد حزب توده، نقد شوروی، جستجوی راه‌های جدیدی برای چپ،
چپ دوباره شروع کرد دیگه اواخر دهه 40. دقیقاً همین. من خودم هم محصول اون دوره هستم و هم یک از فعالین اون دوره هستم که اوائل جوونی من و دوره اول دانشجوی من یا حتی شاید سال آخر دبیرستانم مصادف با این دوران بود. دورانی بود که چین به میون اومد، کوبا به میون اومد، یعنی اون یک قطبی جهان چپ از بین رفت، انتقاد درونی در چپ به وجود اومد، ویتنام اهمیت پیدا کرد، میخوام بگم چپ نو در اروپا آمد جلو و همراه با خودش آخه میدونید یک فرهنگ بزرگی آورد. من مثلا هنوزم بعد از این همه سالها بیتل رو از همه بیشتر دوست میدارم، برای که خاطره مربوط به اون دوره رو داره. اون دوره دوره فمینیزمه، دوره جنبش ضد جنگ، دوره جنبایز، نمیدونم، دوره به میون اومدن جووناست و جنبایز باب دیلان و اونا رو هم خیلی دوست داشت. هنوز هم بسیار قوی توی ذهنیت ما حضور داره. خب میخوام بگم که خب اونا تو ایران هم تاثیر داشت بنابراین کاملا اشتباهات و مشکلاتی هم که حزب توده با وجود داشت و خطاهای بزرگ سیاسیش و زیانهایی که به جنبش در ایران وارد شد، ماها رو دیگه اون حزب و اون نوع دیدگاه به طور کلی راضی نمی کرد. در واقع آنچه که تو نسل تو انتخاب کرده بود انتخاب محلی نبود صرفا، نه صرفا محلی، یه نه. فرهنگ جهانی شده بود، مال نسلی بود که داشت زبان انتقادی، زبان اعتراض رو، ادبیات اعتراض رو تجربه میکرد و رفتار اعتراض رو تجربه میکرد. من همیشه گفتم، ببخشید طرفتو قطع میکنم، ولی همیشه گفتم عقیدم بر اینه، ولی اینکه واقعیت اینطوره. حتی در تشکیل کامله به عنوان یک گروه و سازمان زیرزمینی در پاییز 1348 من سه آبشخور فکری یا سه منبع میبینم. یکی تحولات جهانی و چپ اون دوره جهان، یکی ایران و یکی تحولات کردستانی. هر سه اینا دست به دست هم دادن در زمینه‌های فکری، سیاسی، فرهنگی و مجموعاً نسلی رو به وجود آوردن، شکل دادن و زمینه رو براش فراهم کردن که بتونه یک چنین کاری بکنه. جالبه. ببین خودت وقتی تصویر کردی یک دادخواهی هویت خواهانه، بله، که از دیرباز از گذشته ها به همراه کشیده شده بود، دادخواهی عرصه تاریخ شده بود در بستر ملی، آنچه که بعد از مشروطه در کشوری به نام ایران رخ میده، و بعد نگاهی به سوی جهان، باز شدن دربهای جهان، مرزهای فرهنگی، مرزهای فکری به سوی یکدیگر. وقتی میگه بیتل ها معنایی داره، یعنی اینکه این مرزهای، این جغرافیای فرهنگی دیگه بسته نیست، ما رو در یک محدوده بسته نگه نمیداره. در واقع سه جغرافیا در هم میآمیزن و عبدالله معتدی رو با آن تفکر همراه دوستانش به وجود میارن. بله همینطور. دوستانت کیا بودن؟ من آدم خیلی پر ارتباطی بودم، فوق العاده آدم پر ارتباطی بودم. ببین من که اوائل دبیرستان من دیگه میدونستم دارم چپ میشم، علاقه مند شدم، رمان مادر ماکسیم گورکی رو خوندم، رمان پاشنه آهنین جک لندن رو خوندم و به تدریج با این نوع ادبیات، با ژان لافیت آشنا شدم و همه این چیزا که خودتونم میدونید. خیلی از این کتابا رو دوست کتاب فروشی به من اول میفروخت و بعدن میداد که از یک خانواده کارگری بلند شده بود و کنار خیابون دست کتاب فروشی میکرد، دست فروشی و دست فروشی میکرد و این سالها، ماها و سالها میدید با
من میام پس اندازم و پول تو جیبیم میدم به کتاب ها، ساعت ها جلوی اون کتاب فروشی دست فروشی و میستم نگاه میکنم، ورق میزنم و بالاخره کتاب های مترقی میخونم، کتاب های با این مایه های اعتراضی میخونم. سنم بیشتر شد، کلاس ششم دبیرستان شدم و دیگه با خودش دوستی پیدا کردم، دیگه بر من فقط یک کتاب فروش نبود، با خودش دوستی پیدا کردم و منو برد خونم، گفت آدم جدی هستی، من تو رو دوست دارم، از امروز من دیگه به تو کتاب نمیفروشم، هرچی خواستی ببر بخون ولی بیار. این کی بود؟ شخصی بود به اسم وجیه الله قاسمی. از سردبشتش؟ چرا الان اروپاست؟ اروپاست. یک دو... نقش زیادی داشت. نقش خیلی زیادی داشت. راهنما هم بود در اینکه چه کتابی؟ خب کتابا رو به من معرفی میکرد کم کم و اون پدرش از فعالی کارگران و فعالین اتحادیه کارگران راه آهن بود، خوشم آدم چپ و سیاسی بود، وابسته به حزب توده بود و گنجینه از این کتاب ها داشت که در هیچ جای ایران پیدا نمیشد و بخش اعظم کتابایی که وارد کومله اون زمان شد از طریق من بود و من از این دوست قرض میگرفتم، بعد از روش می نوشتیم با مشقت و با شب زنده‌داری و به این طریق پخش می شد. چی شد که اسیر زندان شدی؟ تو کتاب خوندی؟ تفکر سیاسی داشتی؟ من سه بار زندان شدم، دوره شاه و یک بار دوره جمهوری اسلام. بار اول 1349 پاییز 1349 ماهش آبان بود، چی به خاطر ندارم دقیقا، سر آغاز مبارزه مسلحانه در ایران. بله بله، همون دوره تقریبا. بار دوم سال 52، این دوبار هیچ کدوم محکوم نشدم، 20 روز یه ماه ما دو ماه همین حدودا دقیقا به خاطر ندارم موندم زندان. بار سوم 1353 مهر 53 که دیگه تو بمیری از اون تو بمیری یا نبود بله. و سه سال من زندان گرفتم. ولی میخوام اینو بگم، ما موقعی که باید از دوستان مثل فؤاد مصطفی سلطانی، محمد حسین کریمی، صدیق کمانگر و تعداد دیگری از دوستان که من جاهای دیگه هم اسمشون رو گفتم، من قدر همه شون رو میدونم و کوچکترین غرض شخصی رو در این مسئله دخالت ندادم. بعضی از اینا، بعضی از کسایی که جزو نفرات اولیه کومله بودن و در تأسیسش و در هفته ها و ماه های اول شرکت داشتند انار با ما نیستن، ممکن حتی مخالف شخص من باشه، ولی من همیشه به نیکی ازشون یاد کردم و اون دوره تاریخی و اون زحمت اونا رو همیشه من جلو چشمم دارم. الان شاید مجال نباشه همشون رو بگم، ولی اون عده‌ای که با هم بودیم بعد از مدتی به این نتیجه رسیدیم که آخه ما باید مرکزیتی داشته باشیم، یعنی خود عمل ما رو وادار کرد به این نتیجه برسیم، کاری ندارم، یک مرکزیت چهار نفره و بعدا سه نفره درست شد. تو مرکزیت اولین کار، یکی از اولین کارهایی که کردیم اینه، گفتیم آقا ما یه سازمانیم، از امروز کار جدی سیاسی میکنیم، مخفی کاری میکنیم، باید ادامه کاری داشته باشیم. ما با... چون فکر نمیکردیم حتی به عمرمون ما تغییر و تحول بزرگی رو تو ایران ببینیم، گفتیم ولی ما باید به نسلهای آینده منتقل کنیم، باید ادامه کاری داشته باشیم. بدبختی تشکلهای چپ اون دوره این هست که ادامه کاری ندارن، پنج ماه شیش ماه یه سال یه ده دور هم جمع میشن، یه محفل میشن، متلاشی میشن، نه ده ها صد ها از ایران از این نوع تو ایران بود و دستگیر و متلاشی شدن. ما به این نرسی رسیدیم محفل های گل و گشادی هر کی بخواد میاد و هر کی بخواد میره و اینا تو کار ما نیست، ما یه سازمان جدی هستیم، عضو تعریف کردیم، پیش عضو رو تعریف کردیم، سمپات رو تعریف کردیم، گزارش دهی شدیدی رو معمول کردیم،
حالا بحث دیگری است، میخوام بگم در این موردی که از کار اولین کارهایی که کردیم این بود که گفتیم آقا هر کی باید بیاد تمام ارتباطاتشو بگه، ارتباطات زائد که به کار ما نمیاد قد. من یکی از آدمایی بودم که ارتباطات فوق العاده زیادی داشتم. من با دانشجوهای فنی، پلی تکنیک و پزشکی به خصوص خیلی ارتباط داشتم. پزشکی که نمیخواستی بخونی؟ پزشکی که خودم نخونده بودم. یکی یکی که بررسی کردیم بعضی از این ارتباطات باید قطع میشد. خب چجوری من برم این ارتباط رو قطع کنم برای اینکه اونام شک نکنه؟ با وجود ناراحتی وجدان خیلی خیلی زیاد و شرمندگی که پیش خودم با وجدانم داشتم، ولی به خاطر ضرورت کار سیاسی و تشکیلاتی رفتم پیش خیلی از این بچه ها و گفتم بچه ها ببینید، من دیگه میخوام درسم بخونم، من بذارم کنار و درسم بخونم و من پدرم فوت شده و مادرم پیره و از این حرفا و میخوام با درسم بخونم دیگه. باورشون نمیشد. همین دوستی که گفتم گفت بابا تو از همه جدیتری غیر ممکنه این کارو بکنی. خیلی از این ارتباطاتو علارغم میل باطنیم درست بود کارت؟ بله درست بود. ضروری بود که باید این کار ضروری بود. ما پا میذاشتیم روی، یعنی خیلی از این چیزا پشت پا میزدیم به خیلی از این چیزا، برای اینکه خیلی گفتم خیلی جدی بودیم توی حفظ تشکیلات و ادامه کاری تشکیلات. و خیلی از این دوستان الان شاید لزومی نداره اسمشون رو ببرم، ولی بعدن گرفتن اینا رو به چه اسمی؟ در سیاست اون دوره ایران و فعالیت سیاسی اون دوره ایران و برای اون نسل خیلی نامیز آشنا، گروه فلسطین، شکرالله پاک نژاد، محمد رضا شالگونی که الان در راه کارگر هستن و خیلی های دیگه. من با پاک نژاد شالگونی ارتباط مستقیم نداشتم، ولی منم با اعضا و فعالین همون گروه که از نظر ساواک به گروه فلسطین موسوم شد برای اینکه میخواستن برن فلسطین دوره ببینن و نتونستنم برن، اونا همه نه، خیلی هاشون تو زندان اسم منو برده بودن ولی گفته بودن بابا این با ما بود ولی واقعا گذاشت کنار سیاستو، کار سیاسی رو گذاشت کنار. این کمک کرد؟ خیلی کمک کرد. به همین دلیل سال 49 که منو گرفتن از روی صحبت‌های بازجو من متوجه شدم، گفتم بله بوده ولی من گذاشتم کنار. این دوتا با هم خانایی داشت، باور کردن. سال 53 ولی دیگه باور نکردن. نه سال 53 آخه اعتراف‌های جدی شده بود رو من و اون موقع دیگه بخشی از تشکیلات عمدتاً در تهران، البته تشکیلات ما عمدتاً در تهران لو رفت اون موقع مجموعاً. اگه تفکر چه بود وقتی که در آغاز کومله شکل میگیره؟ آیا کومله قرار بود یک جغرافیای مشخص ملی قومی رو نمایندگی بکنه یا اون سه جغرافیا در این کومله هم آمیخته شده بود؟ اون سه جغرافیایی که قبلا صحبت کردیم، آن جهان تفکر، جهان اعتراض، رو به تحول، ایران، اون بستر مبارزاتی و کردستان. ما یه جریان مارکسیستی بودیم و گرچه محل اصلی و طبیعی فعالیتمون رو مناطق کردنشین یا تو کردا میدونستیم، ولی از لحاظ نظری و تئوریک ما هنوز یک حزب بساب کردستانی نبودیم، یک سازمان کردستانی نبودیم و نه اون موقع و نه الانم ما هیچ مانع اتنیکی و قومی نداریم یا هیچ شرط و شروط قومی نداریم برای عضویتمون. اصلا ننوشته عضو کامل باید کرد باشه، ولی باید برنامه ای رو قبول داشته باشه. اما کل حزب در این دوره، بله در 15 سال اخیر ما یک حزب مربوط به کردستان تعریف کردیم. اون موقع گرچه بنیانگذارانش از دانشجوهای کرد اون دوره بودن، دانشجوها یا کسایی که تازه فارغ التحصیل داشتن میشدن بودن و من البته جوان ترینشون بودم، کم سن و سال ترینشون بودم،
ولی از لحاظ دامنه فعالیت نه، دامنه ما وسیع‌تر از این حرفا بود. لحاظ طبقاتی میشه گفت که نماینده جامعه شهری. بله کاملا میشه. تفکر به لحاظ فرهنگی باز نمایندگی جامعه مدرن شهری رو سعی میکرد که کمله. فکر میکنم همینطوره، فکر میکنم همینطوره. گرچه اینو با یادآوری کرد که کمله یک گرایش اساسی به اصطلاح رفتن به میان مردم رو، رفتن به میان زحمتکشان رو در دستور کارش قرار داد و این خیلی درها رو به روی ما باز کرد در واقع اون دوره. و تو اون دوره رفتن به در بین مردم روستاها و زحمتکشان روستایی کاملا مکان برجسته ای داشت، ولی خواستگاه ما و دیدمون و فکرمون بله کاملا به نظر من به دنیای مدرن و به شهری مربوط میشه. زندان، ما وقت نداریم، وقتمون تموم شده، وقت در واقع معمولی ما داره تموم میشه، اما من دارم با دبیر کل حزب کومله کردستان ایران کمی پارتی بازی در وقت صحبت میکنم. در ضمن دوستان پخش، مسئولین تلویزیون باید این بار مجبورم مراعات بکنن، من ازشون تقاضا میکنم، البته اگر موافق باشین. و من اینو بدونید که هیچ وقت در مورد کوچکترین دخالتی در این نوع امور تلویزیون نکردم. شما خودتون لازم میدونید ادامه بدید. بهرانی خودش یک منشه، یک فرهنگ، یک معرفت که بسیار با ارزشه. اما زندان، خب نسلی شما در زندان بودید، این نسل بسیاری از اونا امروز حداقل مدعیان لحله‌های متفاوت فکری هستن، مدیریت سیاسی یا در حیطه تفکر و اندیشه ورزی، از کسانی که امروز رهبران مجاهدین هستن، از رهبران فداییان و جریانات متفاوت، از ممل شالگونی گفتین و دوستان دیگه، سعید سلطانپور، سعید سلطانپور هم سلولم بود و اونجا دوست نزدیکم شد. از سعید بگو، از سعید خیلی کم این سالها صحبت شد، چه کارکتری داشت؟ سعید و من تو سلول باش آشنا شدم. در وضع جسمی خیلی بدی بودم، نمیتونستم راه برم، خزیده میرفتم، شپش تمام تنمو گرفته بود و شورت و لباس زیر نداشتم عوض کنم. سعید بالاخره احترامی داشت و اسمی داشت اون دوره و براش ملاقات اومده بود. یادم کنارم نشست، لباسای زیر منو که از تنم بیرون نمی اومد به خاطر اینکه پام خیلی متورم شده بود پاره کرد و شورت خودشو به من داد و حتی خیلی بیشتر از اون، خیلی بیشتر از اون. اون و دوست دیگری که اون موقع برام پیدا شد، مترجم بود به اسم باور کنید الان فراموشم شد، ولی این دو نفر منو بغل میکردن و میبردن توالت. من هیچ وقت خوبیاشون رو فراموش نمیکنم. چه مدت با هم بودیم؟ فکر کنم چهل روزی همچین چیزی در سلول عمومی، انفرادیمو گذرونده بودم، در سلول عمومی زندان کمیته تهران با هم بودیم. چیزی آخر سعید بیشتر به عنوان شاعر معروفه، ولی به نظر من کارگردانی تئاترش اصلا فوق‌العاده بود، دست کمی از شعرش نوشادم بیشتر حقیقتش. من خیلی تئاتر رو بودم تو ایران و خیلی دوست می‌داشتم تئاترای اونو، می‌رفتم مثلا دکتر دشمن مردم رو مال هنریک ایبسن رو به اسم دکتر استوکمان آورده بودن که مثلا کمی برای سواک اون دوره و سانسور و اون دوره ناشناستر باشه. من مثلا برای من خیلی دوست می داشتم اون و ناصر رحمانی و اینا رو، تو زندان خیلی علاقه بودم باشه. سعید خیلی آدم با روحیه‌ای بود، فوق العاده آدم با روحیه‌ای بود. تو همون زندان و با اون وضعی که داشتیم، تو اون تاریکی یه چراغی مثلا گذاشته بودم اون بالا، نور خیلی کمی تو سلول بود، 18 نفر 20 نفر می شدیم، فضای تنگ و تاریک، همه زیر شکنجه.
سعید گفت که بچه‌ها من می‌خوام یه نمایشنامه درست کنیم همه با توش بازی کنیم. کارگردان شد. من نمیتونستم راه برم. خزیده بودم. گفتم من که نمیتونم راه برم. من چه کار کنم؟ گفت تو لاک پشت شو. من بلد نبودم لاک پشتم. با چند حرکت به من یاد داد که چطور جوری راه برم که مثل لاک پشت باشه. خیلی جالب. یعنی تو همون فضا، تو همون فضا یک آفرینش، یک آفرین. با همون شرایط. بله بله. چه حسی داشتیم اون موقع؟ خیلی خیلی من سعیدو خیلی دوست میدارم. بعد اونقدر با هم دوست شدیم و اونم خیلی به من احترام میذاشت، خیلی با من دوست بود. من سعید میگفت من نمیگذارن برم از زندان، منو میکشن، چون تو اون دوره آخرش از سال 53 به بعد، بعد از تموم شدن محکومیت هم آزاد نمیکردن، اسمشو ملی کشی گذاشته بودن. اون نه نفرم که بیگناه بیژن و اونها رو اعدام کردن. سعید میدونست آدم سرشناسی بود اون موقع واقعا، و خودش هم میدونست آدم کله شقی بود، تسلیم به شو نبود. میگفت منو میکشن و همیشه میگو عبدالله بیاد من شعرم وسط بخونم، تو باید ازبر کنی اینا رو. منم از رو شوخی طبعا میگفتم ای بابا من این همه شعر تو رو ازبر کنم چیه؟ ممکنه یه روز تو رو بکشن. میگفت بی انصاف، من میگم دارم منو میکشن، تو حاضر نیستی چهار کلمه شعر من رو ازبر کنی؟ کاک عبدالله، روایت زندگی خیلی گسترده تر از اونه که ما بخوایم اینجا به پایان برسونیم. تازه سرآغاز این حکایت و این قصه طولانیه. اگر اجازه میدی ما هفته دیگه هم در ادامه این بحث رو پیش ببریم. موافقی؟ باشه. خب پس بینندگان عزیز، هفته دیگه ادامه این برنامه، این روایت از زندگی، از چهره‌ای که نقش آفرینه، یا حداقل میشه گفت نقش آفرین در بخشی از سرنوشت تاریخ معاصر سیاسی کشور ما را داشت، با هم خواهیم داشت. تا اینجای برنامه امیدوارم لذت برده باشید. هفته دیگه با ما باشید در ادامه برنامه، همراه با کاک عبدالله مهتدی. برای شما بهترین آرزوها رو داریم. تا هفته بعد که همراه ما باشید. شب و روزتان خوش.